برگرده به اون بالای جدول و بچسبه به پرسپولیس و در مکان دوم جدول قرار بگیره. در همین ابتدای کار مهرداد محمدی تک به تک با دروازه‌بان و توپی که از دست از کیروش، دوباره فرصت برای محمدی. چه فرصتی رو از دست دادن بازیکنان سپاهان، دقیقه حسرتش رو میخورن. امیدواریم که این بار این اتفاق نیفته. ببینید اومد لایی بزنه به طهماسبی اما دستش رو خوند و در برگشت کیروش روی دروازه، ضربه سر کیروش، اونجا توپا میکاره، فرصت برای سپاهان و موقعیتی که از دست رفت. اعتقاد به ضربه کورنر دارن بازیکنان سپاهان اما خب هم میتونید نظاره‌گر این صحنه باشید. کورنری که ارسال میشه روی دروازه، این ضربه سر از عزت پورقاز. یه بار دیگه کومان موقعیت برای شوت زنی هم داره. ولادیمیر کومان خودش پیشروی میکنه، یه ضربه میزنه که توپش با اختلاف به بیرون میره. کورنر سریع آغاز میکنن، خود کریمی مستقیم زد که با اختلاف توپش به بیرون رفت. کریمی یه پاس نرم اونجا میندازه برای سجاد شهباززاده، توپی که اونجا معتقدن و پنالتی که با تأخیر اعلام میکنه موعود بنیادی فر و کیروش استندی این بار شاید مصممتر از داربی اصفهان بره پشت توپ قرار بگیره. ارسالی که انجام داد توپی که خورد به دستان موسی کولیبالی کاملا مشخصه و صحنه جذابی هست در ورزشگاه نقش جهان. خود کیروش و باز هم میگیره دروازه‌بان. وای خدای من، کیروش دومین پنالتی پشت سر هم از دست داد. یه بار دیگه از سمت راست بازیکنان سپاهان، مهرداد محمدی ارسال روی دروازه، موقعیت برای سپاهان و حالا گل عزت پورقاز. چه بازیکنی گلزن‌ترین مدافع این فصل سپاهان عزت پورقاز چهارمین گل خودش رو برای سپاهان به ثمر میرسونه. در گذشتگان حادثه سیل با هم ببینید که این ضربه مهلک رو هم گرفت. سانتر مهرداد محمدی، اشتباه طهماسبی، پاس سجاد شهباززاده و حی و حاضر بودن عزت پورقاز دروازه خالی رو باز کرد. از این زاویه مناسب هم تماشا کنید. کیروش پروازهای خودش به اشتباه انداخت طهماسبی رو و پاسی که در دهانه دروازه ساخته و پرداخته کرد برای اون مستقیم میزنه یا ارسال میکنه عسکری. خود عسکری مستقیم میزنه، چه تیر دروازه‌ای! لرزید اونجا از پیام نیازمند. یه بار دیگه موقعیت هست برای دو سه نفر میفرسته که گرم کنه. ببینید بعد تیرکی خورد. پیام نیازمند خیلی خوب زد عباس عسکری، اولین حرکت خودش در نیمه دوم. این تیر دروازه‌ای بود که لرزوند. یه اشتباه اونجا کیروش توپو میگیره از کولیبالی، کورس کولیبالی روی پای چپ. کیروش معلوم بود که از همون اول اگر بخواد بزنه توپش به بیرون خواهد رفت. کریمی ارسالی که انجام میده بلند هست، ضربه سرش رو خوب زد اونجا سیاوش یزدانی و توپ در اختیار طهماسبی قرار گرفت. فوقیت فرصت برای سپاهان از سمت چپ، اونجا سعید آقایی به توپ نمیرسه. دوباره آقایی موقعیت هست در درون محوطه جریمه روی پای چپش. یه بار دیگه بازیکنان سپاهان، یه ضربه از جلال علی محمدی و توپی که با این اختلاف به بیرون رفت. ارسال روی دروازه، یه ضربه سر دیگه از سیاوش یزدانی. دقیقاً مثل کورنر قبلی کار کردن بازیکن سپاهان. این علی قربانی به بازی خواهد رفت. یه پاس عالی از سمت چپ، موقعیت برای سعید آقایی، اونجا توپو رد میکنه. خود آقایی پاس به بیرون، فرصت برای سپاهان. وای که چه توپی گل نشد دیگه، دروازه خالی بود. چجوری میخوان این توپا رو گل نکنن بازیکنان سپاهان؟ علی محمدی توپشو بگیره، ولادیمیر کومان پاس رو به جلو برای جلال علی محمدی، خود علی محمدی ضربش رو زد که طهماسبی دور میکنه، کماکان موقعیت برای سپاهان. خود میلاد باز دست میده، میلاد میداودی خطایی اعلام نمیکنه داور. کومان یه پاس عالی موقعیت برای علی قربانی، خود علی قربانی ببینیم چیکار میکنن با این توپ. علی قربانی هم این توپ رو از دست داد. از همونجا ارسالی که انجام میدن، ضربه سر کولیبالی، موقعیت فوق العاده خطرناک برای پاداش و اونجا دستان مطمئن پیام نیازمند که به دنبال دهمین کلین شیتش هست در لیگ 18.